در آخرین جلسه که ما داشتیم، در انتهای جلسه من به مفهومی اشاره کردم که مفهوم نسبتاً جدیدی هست در علوم اجتماعی که به فارسی اون رو در همتنیدگی معمولاً ترجمه کردن، آره، یا ترجمه های دیگه هم از اون شده، و اون مفهوم intersectionality هست. inter یعنی درون، درون هم رفتن، و section یعنی بخش، در هم رفتن بخش های مختلف. این ترجمه تحت لفظی هستش، این در هم تنیدگی ترجمه شده. منظور از intersectionality چی هستش؟ منظور از intersectionality یعنی ما در بررسی اجتماعی وقتی چه به یک فرد بپردازیم، چه به یک گروه بپردازیم، چه به یک گروه کوچک بپردازیم، چه به یک گروه بزرگ بپردازیم، به روابط بین گروه ها بپردازیم، به رفتارهای اجتماعی بپردازیم، حتی به نهادهای اجتماعی بپردازیم، نهادهای مادی و حتی نهادهای ذهنی و غیره، بیشتر بریم به طرف، فرض بکنیم، آگاهی، بریم به طرف اون چیزی که از جنس ذهنیت و اندیشه است، یا بریم به طرف جامعه که از جنس کنش رفتارها، کنشها و واکنشها که قبلا هم ازش صحبت کردیم. در همه اینها صحبت کردن از یک نوع خالص بودن، از یک نوع یگانه بودن سوژه که ما داریم ازش صحبت میکنیم، کنشگری که داریم ازش صحبت میکنیم، چه یک فرد باشه، چه یک گروه باشه، چه یک نهاد باشه، چه یک سازه یا یک ساختار باشه، صحبت کردن از این به عنوان یک نوع موجودیت واحد در معنای ناب بودن، در معنای خالص بودن، در مفهوم یک دست بودن، حالا به قول آپادورای نظام‌شناس آمریکایی، در مفهوم هوموجنیته یا همجن بودن اون میگه، که درباره جهانی شدن میگه که جهانی شدن هم یک فرایند همجن سازه و هم یک فرایند نو همجن سازه، یعنی از یک طرف هوموجنیته رو ایجاد میکنه و از یک طرف هتروجنیته رو ایجاد میکنه، و این هم جهانی شدن هم باز یکی از مباحثی است که دقیقاً جزء همین مباحثی قرار میگیره که ما داریم صحبت میکنیم، یعنی یک فراینده. ما گفتیم در مورد همه چیز، چه فرایند، چه فرد، چه گروه و غیره، میشه این بحث رو مطرح کرد. هر جا ما داریم از چیزی صحبت میکنیم، اگر بریم به طرف این که تصور کنیم این یک چیز واحده، یک چیز یک دسته، یک چیز نابه، و در اون ما صرفاً با یک دستی و یک پارچگی رو برو هستیم، از لحاظ علوم اجتماعی جدید این ما رو به طرف یک نوع توهم و یک نوع اشتباه و ارزیابی نادرست درباره اون مسئله میرسونه. مثال بزنم، بسیار گفته میشه، فرض بکنید بخصوص در بین مردم عادی، بسیار گفته میشه که مثلا مردم از این قضیه ناراضی هستن یا راضی هستن، فرقی نمیکنه. یا مثلا از گروه های کوچکتر شما صحبت کنید، گفته میشه بچه های مدرسه از این مثلا مدیر راضی هست یا از این مدیر ناراضی هست. همین مسئله رضایت، رضایت داشتن یا رضایت نداشتن، احساس خوشبختی کردن یا احساس خوشبختی نکردن، خودم این احساس ها و تعریف این احساس ها و همین چیزهای دیگه که شما بگید، اینها رو بر اساس کلیشه های یک دستاز هوموجنیزه کننده یا همگن کننده همیشه بررسی می شده، به دلیل اینکه حالا لزوماً ذهن انسانی همطور که لوی استراس میگه این تقلیل دهندگی رو در خودش داشته، یعنی چی؟ و داره، یعنی چون نمیتونه پیچیدگی رو در خود پیچیدگی درک بکنه، برای اینکه درک به خود بکنه واقعیت بیرونی رو، میاد و واقعیت بیرونی رو تقلیل میده به اشکال ساده تری تا بتونه اونها رو درک کنه. حالا در زمان لوی استراس این دوگانه سازی رو ایجاد میکنه، یعنی میگه یک تفکر باینری به وجود میاد، یک تفکر دوگانه به وجود میاد. ما میگیم بالا و پایین، میگیم چپ و راست، میگیم زشت و زیبا، میگیم مثلا خشک و تر و غیر و غیر، و ذهن انسان رو یک ذهن باینری مطرح میکنه
با تاثیر گرفتن البته از زمانشناسی ساختاری و در واقعیت هم اینطور بوده، یعنی اینطور نیست که من بخوام این نظریه رو نفی بکنم، ذهن انسان تا حد بسیار زیادی اینطوری بوده، اما اولا ذهن انسان تحول پیدا کرده و میکنه دائما و ثانیا واقعیت بیرونی که بر اساس ذهن تحول یافته انسان داره ساخته میشه و ساخته شده هم در حال تغییر کردنه و بنابراین ما میرسیم به اشکالی که این اشکال دیگه اشکالی نیستن که اون ناب بودن اون خالص بودن اولیه رو داشته باشن. یک مثال ساده برای شما بزنم، خب همین بحثی که میشده در مورد طبیعت و فرهنگ مثلا در 200 سال پیش برای همه آدم ها حتی 100 سال پیش کاملا روشن بوده، اونها مثلا موقعیت ساخته شده رو، موقعیت کسب شده رو، موقعیت مثل موقعیت شهری رو یک موقعیت فرهنگی تلقی میکردن و موقعیتی رو که موقعیت خالص به قول خودشون طبیعی بوده مثلا یک جنگل رو، یک مزرعه رو، یک موقعیت طبیعی تلقی میکردن. ولی امروز دیگه ما نمیتونیم این کار رو بکنیم. وقتی میریم به طبیعت در اونجا پر از عناصری هستش که اینا عناصری هستش که از فرهنگ اومدن. در اونجا باز هم شما سیم‌های برف رو میبینید، شما جاده‌ها رو میبینید، تمام عناصر فرهنگی رو میبینید. و وقتی میرید در شهر هم شما طبیعت رو میبینید. اگر منظور از طبیعت مثلا بافت گیاهی باشه، ما بافت گیاهی رو نه تنها داخل خیابون‌ها و تمام روابطی که با سر و کار داریم به صورت روزمره قرار دادیم، پارک‌ها رو تأسیس کردیم، فضاهای سبز رو تأسیس کردیم و غیره، بلکه حتی این بافت گیاهی رو وارد خود ساختمون هم کردیم، وارد فضای مسکونی و خونه‌های خودمون هم کردیم، وارد آپارتمان‌های خودمون هم کردیم. پس وقتی من به یک درخت در داخل آپارتمان، درخت کوچکی یا مثلا یک گیاهی در آپارتمان خودم یا در حیاط خونه خودم یا در فضای سبزی که هستم نگاه می‌کنم که صدها کیلومتر فاصله داره با یک فضای باز سبز، خب در مورد این چی باید فکر کنم؟ باید به این بگم یک طبیعت شهری یا باید به این بگم یک طبیعت مصنوعی؟ خب همین هم در مسئله روابط بین سیستم‌های اجتماعی، بین افرادی که در یک جامعه هستن هم وجود داره و به این گفته میشه اینترسکشنالیتی. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی یک فرد یا یک گروه رو در نظر میگیرید، این گروه رو به صورت خالص نمیتونید تعریف کنید. مثلا ما میگیم که از یک چیز ساده شروع کنیم، از یک چیز طبقه بندی بزرگ شروع کنیم، مثلا میگیم مردان و زنان. خب مردان و زنان یک معنای بیولوژیک داره و یک معنای فرهنگی داره، این رو میدونید، خب مدت‌های زیادی است که در مورد این دارن صحبت میکنن، اما آیا فقط همین هست؟ آیا تنها تقسیمی که میشه کرد همین هست که ما مردان رو داریم و زنان رو داریم و یک چیزی داریم به نام مردانگی بیولوژیک که برمیگرده به فیزیولوژی و موقعیت بدنی یک مرد و یک چیزی هم داریم به نام زنانگی که برمیگرده به بیولوژی و موقعیت زنانی زن و از طرفی هم در هر دو مورد برمیگرده به موقعیت فرهنگی اینا، رفتارهاشون، زبانی که به کار میبرن، به اصطلاح لباسایی که میپوشن و غیره و غیره و اون چیزی که با اونها رو قابل تشخیص میکنه به اونها هویت میده و غیره. آیا فقط همینه؟ نه، این نیست. اون مرد یا اون زن در این حال به یک گروه اجتماعی تعلق دارن، گروه های دیگه و متعدد اجتماعی تعلق دارن. اونها مثلا از لحاظ سرمایه فرهنگی با هم یکی نیستن، مردان همه با هم یکی نیستن، بعضی از اینها هستن که سرمایه فرهنگی بسیار بالایی هستن، بسیار تحصیل کرده هستن یا باسواد هستن، بسیار کتاب خوندن، بسیار تجربه فرهنگی داشتن یا فرض بکنید بسیار تجربه اجتماعی داشتن. حتی اونایی که تجربه اجتماعی زیادی داشتن ولی لزوما تجربه فرهنگی نداشتن و اونایی که تجربه فرهنگی داشتن ولی تجربه اجتماعی نداشتن متفاوت هستن. اینا دو گروه هستن در حقیقت. شما یک شاعر منزوی رو ممکنه داشته باشید که در خونه خودش هزاران کتاب هم خونده باشه ولی زیاد آدمی رو ندیده باشه و برعکس یک نفری رو داشته باشید که به دلیل شغلش مثلا یک استاد دانشگاهی، یک معلم با هزاران نفر در ارتباط بوده باشه ولی مثلا فرصت این رو نداشته باشه که هزاران کتاب بخونه یا دائم بنویسه و غیره. یعنی اینا رو من توی مدل‌های انتخاب می‌کنم خیلی به هم نزدیکه، در حالی که وقتی مثلا شغل رو شما تغییر بدید باز می‌بینید که چقدر تفاوت ایجاد میشه. یک کسی که مثلا بیشتر با ذهنش کار می‌کنه، با آموزش‌هایی که از لحاظ ذهنی پیدا کرده کار می‌کنه، مثل یک معلم، مثل یک روشنفکر، مثل یک نویسنده، مثل حتی یک فرد
نخبه فناور یعنی یک مهندس و غیره که بیشتر با ذهنش با آموخته هایی که داره کار میکنه و کسی دیگه که صرفا با دستانش کار میکنه، یک کارگر، یک باغبان، یک کسی که بیشتر با تجربه و اون چیزهایی که در تجربه کنشی خودش داره کار میکنه. خب اینها لزوما با هم در قابل جمع شدن در یک طبقه بندی بزرگ مثل مردان نیستن. همین رو در مورد زنان هم میشه گفت. بنابراین شما ممکنه مردان و زنانی رو ببینید که بسیار با هم نزدیکتر باشن تا مردانی که تصور کنید چون مرد هستن لزوما به هم نزدیکن. یا فرض بکنید در مورد طبقه بندی های دیگه هم میشونید شما اینو بگید، در مورد همه طبقه بندی ها میشه گفت. مثلا طبقه بندی سنی، شما طبقه بندی سنی میبینید که یک طبقه بندی کلیشه‌ای دارید، گروهی از افراد رو مثلا از شروع حیات تا یک سنی میگن کودک، بعد میگن نوجوان، بعد میگن جوان، بعد میگن یک فرد به اصطلاح دارای تجربه زندگی که عمری داره، و بعد میگن یک فرد کهنسال، و بعد میگن پیرمرد، و روش شروع میکنن به اصطلاح کلیشه سازی. اینها کلیشه های سنی هست. اون سری اول کلیشه های جنسی بود، این سری که من دارم میگم کلیشه های سنی هست. اما مسئله این است که این سنین مختلفی که آدمی که 80 سالشه و آدمی که 50 سالشه یا آدمی که 20 سالشه، این 20 ساله بودن، این 50 ساله بودن و این 80 ساله بودن یک معنی رو در بین این آدم های مختلف نداره. اینها این 20 سال 50 سال رو به یک صورت زیست نکردن، چی با آدم های یکسانی زندگی نکردن. بنابراین اینها کاملا میتونن با هم متفاوت باشن. یک فرد 60 ساله میتونه با یک فرد 30 ساله خیلی نزدیکتر باشه، در یک گروه قرار بگیره در جای دیگه، تا با یک فرد 60 ساله دیگه که اصلا هیچ ربطی به او نداره. این اون بحث اینترسکشنالیتی است. حالا چرا این بحث مهمه؟ به دلیل اینکه ما در مقابل جنبش های مطالبه گرانه ای که وجود داشته، جریان های اجتماعی مطالبه گرانه ای که وجود داشته، یا حرکات اجتماعی که با اونها روبرو بودیم، چه از نظر سیاسی، چه از نظر اجتماعی و غیره، دیدیم که این اندیشه کلیشه‌ای بسیار رایج بوده که دائما میخواسته تقلیل بده افراد رو به یک موقعیت اجتماعی، مثلا به زن بودن، به مرد بودن، به تحصیل کرده بودن، به قرار داشتن در یک شغل مشخص، به قرار داشتن در یک موقعیت مشخص، و از اونها بخواد که بر اساس الگویی که تعریف شده برای اون موقعیت، برای اون جنسیت، برای اون سن و غیره رفتار کنه. خب بخش از این ناگزیره. یعنی برای اینکه سیستم اجتماعی بتونه کار کرده خودش رو داشته باشه، شفافیت اجتماعی وجود داشته باشه، در روابط افراد بتونن به نوعی همدیگر رو تشخیص بدن، هویت‌ها بتونه شکل بگیره و افراد بتونن واقعا با یک نظم نسبی روابط خودشون رو تنظیم کنن، شما بدونید با چه کسی سر و کار دارید و چطور باید صحبت کنید، بتونید از سناریوهای ذهنی و شناختی مشخصی استفاده کنید در رفتاراتون، احتیاج دارید اون رو بشناسید. این هم یک نوع شناختنه، هم یک نوع بازشناختنه. بازشناختن در مفهوم به رسمیت شناختن، یعنی این که من وقتی که با یک کسی رو برو میشم، او به نوعی تا نفهمه من مرد هستم یا زن هستم، تا نفهمه من چه سنی دارم، و تا نفهمه من شغلم چی هست، و تا نفهمه من میزان درکم چی هست، عملا نمیتونه وارد رابطه با من بشه. بعد از اون هم ممکنه نشه، بستگی به موقعیت خود او هم داره. ولی اگر فرض رو بریم بگیریم که یک فردی باشه که قوه اولیه این قضیه رو داشته باشه، یعنی پتانسیل قضیه رو داشته باشه، تا این مشخصات رو نتونه درک بکنه نمیتونه وارد ارتباط بشه. ولی برای که این مشخصات رو داشته باشه، گروهی از اون کلیشه ها باید اتفاق بیفته. یعنی من باید رعایت کنم گروهی از اون کلیشه ها رو، حالا چه دلم بخواد و چه دلم نخواد. ما نمیتونیم وارد یک نوع آشفتگی کامل بشیم، اما این آشفتگی به نوعی وجود هم داره. این بحث کویر هست که جودیت باتلر مطرح میکنه، اینکه چطور این آشفتگی و این اینترسکشنالیتی رو باید مدیریت کرد، مسئله اصلی جوامع مدرن. چرا؟ به دلیل اینکه در جوامع مدرن هست که گروه های بسیار زیادی در تراکم های بسیار بالایی باید با هم زندگی کنن، باید هم دیگر تحمل کنن، باید با هم میان کنش داشته باشن،
باید هم بتونن هم دیگر رو تشخیص بدن، هم بتونن هویت دیگری رو درک بکنن، هم بتونن هویت خودشون رو نشون بدن، باید هم دیگر رو هم بشناسن هم بازشناسی کنن و هم بتونن سناریوهای ذهنی بسیار پیچیده تری رو پیاده کنن. مثلا یه اینترسکشنالیتی یا درهمتنیدگی رو ما نمیتونیم با یک جلسه به پایان برسونیم. من میخواستم صرفا با این مفهوم یک به اصطلاح آشنایی اولیه‌ای پیدا کنیم. مفهومی که بسیار بسیار زیاد داره الان به کار برده میشه و اون بحث‌های قبلی ما رو اگه دنبال کرده باشید از مفاهیمی است که به دنبال این است که اون کلیشه‌هایی که قبلا کلیشه‌های دوگانه بودن و بسیار حتی مورد توجه جامعه شناسان هم بودن رو به زیر سوال ببره. همینطوری نمیشه گفت که چون کسی یک مرد هست لزوما باید به این شکل رفتار کنه، چون یک زن هست باید به این شکل رفتار کنه، چون پیر هست باید به این شکل رفتار کنه و این کلیشه سازی ها نتیجه نداره و با این هم نمیشه مدیریت اجتماعی کرد. و وقتی حالا این کلیشه سازی ها با قدرت سیاسی همومیزی پیدا کنن، کنار هم دیگه قرار بگیرن، به دلیل اون ذاتی که قدرت سیاسی داره که هدفش بازتولید خودشه و قدرتی که داره برای تحمیل کردن، میتونه این ترکیب بسیار ترکیب خطرناکی باشه. چرا؟ چون حاضر نیست به پذیره مسئله چندگانگی رو، تکثر رو، و میخواد از طریق زور، حالا چه زور قانونی چه زور غیر قانونی، بحث ما در اینجا الان مشروعیت اون زور نیست، مثلا این است که با زور در اینجا نمیشه چیزی رو عوض کرد، بلکه باید ابتدا درک کرد که ما با چه درجه از پیچیدگی روبرو هستیم. باید درک کرد که اون توهم یک دست بودن چیزها، یک دست بودن آدم ها، یک دست بودن کلیشه ها و کلیشه هایی که اصولا ما در ذهنمون ساختیم هرچه بیشتر واقعیت خودش رو از دست میدن در شرایط مدرن و پسا مدرنی که ما در اون هستیم.